بابا. اول صبح چقدر خوشگل شدی خانم خانوما پرنسس. خیلی ممنونم. شما هنوز نرفتین؟ خواستم صبحونه کنار هم باشیم، یه دل سیر ببینمت. من میخواستم برم و قدم بزنم. خب میتونیم به هم قدم بزنیم؟ نه من بعد صبحونه خودم میرم، شما به کارتون برسین. باشه. نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم. صبح بخیر. خوش اومدین. خیلی ممنون. چرا دم در وایستادین؟ بفرمایین تو. خوشبختم. خواهش میکنم راحت باشین، بابام الان میاد. باش. صبح بخیر سحر خانم. صبح بخیر خانم کوچیک. به نظر میاد امروز حالتون خوب باشه. آره امروز حالم واقعا خوبه. میگم حالا که هوا خوبه و بابام خونه است، چطوره صبحونه رو تو آلاچیق بخوریم؟ ها موافقی؟ یه عالمه مهمون تو پذیراییه. مثل اینکه دوستای بابا من که از آنکارا اومدن، من که نشناختمشون. این اواخر همش وکیل و شهرداره که میاد خونمون. آره مهمونای خیلی خاصی دارین. درست میگین، بهتره صبونه رو تو آلاچیق بچینم، اینجوری خیلی دلپذیره. چیزه، من برم بشقاب رو بچینم. سحر خانم، میشه بعد صبحونه بازم هوای منو داشته باشین؟ البته. اگرم کسی سراغتون رو گرفت میگم با کیمت رفته گرامافون فروشین. صبح بخیر. چی کردم؟ همه خوابن. خوش اومدی، خوب کاری کردی اومدی. من خودم میخواستم بگم بیای اینجا. گفتم اول صبح بیام بشینم یه فنجون قهوه بخوریم. حالا چطوره؟ خیلی ذوق زدم. به سحر خانمم سفارش کردم الکی مثلا من و تو بعد صبحونه قراره بریم گرامافون فروشی. با غریب قرار داری؟ بابام خونه است. بعد صبحونه دوتایی با هم میزنیم بیرون، تو میری خونتون، اما مبادا از خونه بزنی بیرون و کیمه تواست باشه. اگه کسی بیرون ببینتت من بیچاره میشم. باشه. صبح بخیر. خوش اومدی. صبح خیر خانم، حالتون چطوره؟ خوبم. من با اجازتون چیز کردم، دیدم هوا خوبه، گفتم میزو بچینن تو آلاچیق. کار خیلی خوبی کردی. باشه عالیه، پس من برم یه سر به آشپزخونه بزنم، شما هم راحت باشین دوتایی با هم حرفای دخترونه بزنین. شنید؟ اگه یکیو بفرسته منو تعقیب کنه چی؟ نگران نباش، نشنیده. آره آخه اگه این ماجرا رو قبل من از دهن کسی دیگه بشنوه آب میشم میرم تو زمین. اسمو میگم نگران نباش، حرفامونو نشنید. تازه اگرم شنیده باشه بهش میگی که میگی میخواستم برای کیمت خرید کنم، گولش میزنی. باشه پس بیا بریم صبحونه بخوریم. اسما من مامانم یه لیست خرید داده بهم، برم بخرمشون بعدش برم خونه. خب باشه. تو هم بگو میرم خونه کیمت اینا دنبالش. باشه. Ha ha ha!
کنش. خوبی؟ خوبم خوبم، تو برو. چرا منتظر موندی؟ من که گفتم برو. دیشب زیاده روی کردم، هرچی دم دستم بود خوردم. به نظر من که از استرس امروز اینطوری شدی. وقتی استرس میگیری کل سیستمت به هم میریزه. آره احتمالش هست. آره احتمالش هست. آروم باش عزیزم، همه چی رو به راهه، مشکلی نیست. خیلی خوابینم هست. باشه؟ میخوای چیز کنم، زنگ بزنم بگم گنش امروز حالش خوب نیست، اگه میشه قرارمونو بذاریم برای آخه مگه میشه؟ حالا من به کنار، اون بچه چی؟ به نظر من بهتر از اینه که بیا تو رو تو این وضعیت ببینه، برای همین گفتم، مگه نه؟ ها؟ آدم چی کار میکنی؟ این چه کاریه؟ بذار سر جاش. مگه چی کار کردم؟ بفرما، اینم درست میکنم. بیا، هیچ که نمیفهمه. بفرما، تو مانکنای بیچاره رو چجوری میفرستی رو صحنه؟ میفرستمشون همینجوری با فاصله میلیمتری خوبه. ببینم تو اول صبح چی خوردی؟ میشه بدی منم بخورم؟ چقدر بیخیالی تو؟ خیلی خب بابا، میذارمش سر جاش. وای آدم، داری چی کار میکنی آخه تو؟ ها؟ مسخرم میکنی؟ من چیزی نخوردم، تو به جای هر دومون استرس داری، برای همینه که من انقدر آرومم. به هر حال یکیمون باید عقلش سر جاش باشه، نه؟ بیا. وای اومدن. وایسا وایسا، نالو نالو. ببین صاحب کن سود باش دیگه آدم، سریعتر بخورش. بچون دیگه من تنهایی نمیتونم برم دم در. بچون بودو قورتش بده. بودو دیگه، زود باش بیا. خوردم. بیا صاحب کن. سلام، حالتون؟ سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. سلام سوده جون. سوده جون، نمیخوای سلام بدی؟ بفرمایی. ممنون، برو تو عزیزم. خوبی شما؟ حال شما چطوره؟ خوش اومدید. ممنون. راحت باشید، بفرمایید. ممنونم. لطف دارید. راحت باشید. بیا. سوده جون عزیزم، اگه بخوای میتونی خونه رو ببینی. ببین اونجا پیانو داریم، اونهاش اونجاست، ببینش. اگه بخوای میتونی باش بازی کنی. چیزه، نه که کفشامونو در نیاوردیم، واسه همین معذبه. آه، مهم نیست عزیز دلم. سوده، ببین اونجا یه عالم اسباب بازی هست، میخوای باشون بازی کنی؟ بیا ببرمت بازی کن. بیا دستمو بگیر. ما اینجاییم سوده جون، میتونی بری بازی کنی. آره بیا. آفرین. بیا اینجا رو ببین. ببین یه عالم اسباب بازی اینجاست، با هر کدوم که بخوای میتونی بازی کنی، همشون مال تو هست. بشین عزیزم، بشین دیگه. یخش داره آب میشه. نینی ندارین؟ از کدوم نینی ها؟ نینی که با اینا بازی بکنه؟ نینی عروسکی. نه، از اون عروسک ها نداریم، چون که اگه تو بیای پیش ما زندگی بکنی، یه داداش کوچولو خواهی داشت، امید که باهاش آشنا میشی. این اسباب بازی ها مال اونن. آره عزیزم، مال اونن. خب
ما خودمون برات اسباب بازی نگرفتیم، چون فکر کردیم بهتر خودت بیای بعد با هم دیگه بریم انتخاب بکنیم و بخریم. باشه، اینجوری خیلی بهتره. چه جوری؟ اینجوری که یه سری مغازه های اسباب بازی فروشی هست، یه عالم اسباب بازی بزرگ و قشنگ داره. خب بعدش با هم میریم اونجا، تو هرچی بخوای انتخاب میکنیم و میخریمش. باشه عزیزم؟ باشه؟ عروسکی که حرف بزنه اینا دارن؟ نمیدونم عزیزم، خب بپرس ببین دارن یا نه. عروسکی که حرف بزنه شما داری؟ چی؟ نشنیدم چی گفتی عزیزم، بلندتر بگو چی گفتی. چی میخوای سوده جون؟ میتونی به منم بگی؟ باشه؟ عروسکی که حرف بزنه دارین؟ مگه میشه نباشه عزیزم، همه جور عروسکی هست. عروسکی که حرف بزنه، گریه کنه، بخنده، همه جور هست. تو کدومشو میخوای برات بیارم ها؟ خب دیگه بفرمایید صبونه بخوریم بریم. آره بفرمایید. ما تو پرورشگاه صبح زود بیدار میشیم، صبونه خوردیم اومدیم. واقعا دستتون درد نکنه. وای صبونه شکلات دارن؟ شکلات؟ سوده میپرسه که صبونه شکلات دارین؟ واسه صبونه شکلات میخوای؟ داریم، مگه میشه نداشته باشیم عزیز دلم؟ باشه پس پاشو بریم بخوریم. بیا عزیزم بیا بریم. بیا بریم. بفرمایید بفرمایید. بیا عزیزم ممنون. بیا عزیزم ببینم چیا دارن. بیا. چی دوست داری بخوری؟ سوده میخوای اینجا بشینی؟ سوده جون بیا اینجا بشین. بشین عزیزم. بشین عزیز دلم. این صندلی رو صبر کن هولش میدم. ممنون. بفرمایید لطفا بفرمایید. پس من برم چایی بیارم. باشه ممنون. منم شکلات صبحونه رو بهت بدم. حالا اینو جداش میکنیم اینجوری، شکلاتو میمالیم روش. باشه؟ باشه. خیلی خوب. وای چقدر خوردم. آقا چرا چیزی نمیخوری؟ آره خیلی خوشمزه شده. واقعا خوشمزه است. یکم از اینا. واقعا خوشمزه است به خدا. شما چیزی نمیخوری؟ بیا نزین بخوری بفرما. بابا جون پیراشکی‌ها رو به خاطر شما گفتم درست کنن. من خیلی خوردم، واقعا خیلی خوردم، دارم میترکم. بده اینو خوشتیب خان بخوره. بخور پسر جون بخور. نه من سیر شدم دیگه نمیتونم. این پسره رو باش، با این قد و قیافه و هیکلش هیچی نمونده نخورده باشه. بخور عزیزم بخور، تو که چیزی نخوردی. تعجب میکنم که بشقابشو نخورده. در مورد من غیبت میکنی؟ از اون آدمایی که همش میخورن بعدش انکار میکنن، نمک نشنسه. نگاهش کن تو رو خدا، ریخت و قیافهشو نگاه کنی. میدارن به من؟ ای بابا خب نگاهشون کن. خیال جدی نگیر ای بابا. خب همش به من گیر میدن ای بابا. واقعا خیلی لاغر شده و آب رفته. ببین نگاهش کن. خدا میدونه چه نقشه‌ای برای پولای بابا کشیده. هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خودم کلکشو میکنم. نمیخوام غیبت کنم و ولی اصلا ازش خوشم نمیاد به هیچ عنوان. نچسب. یواشتر حرف بزن میشنوه ها. منم ازش خوشم نمیاد. امان از اینا. به دل نگیر ممتاز خان، ما همیشه همینطوری شاد و شنگولی. چی کار کنم میگه. خب میگه منم میخندم. بگه بخور بابا ببند دهنتو، از من خوشش نمیاد ای بابا. خب دیگه نوش جونت. یه چیزی میخوای بهتون بدم؟ اصلا یه ذره از اینا برداری. بیاین این سبزی ها خیلی خوشمزه. شما اهل کجایین؟ چهرهتون به نظرم یکم متفاوته.
من معلم زبان انگلیسیه. بابا میخواست یکی بیاره. انگلیسی، فرانسه، روسی، البته به چند تا زبون دیگه مسلطه. فکر کنم واسه تدریس اومده. اما دختر بدی نیست، خوبه. اما رفته نشسته کنار بابام، به نظرم این کار اصلا مؤدبانه نیست. میدونین چیه؟ فکر کنم بین این و ممتاز یه خبراییه. فکر میکنم ها. اونی که دسته چه رنگیه؟ صورتی. خب دیگه کدوم رنگا رو میشناسی ها؟ نارنجی. آفرین. این چیه؟ دره. چی؟ دره. آفرین. ماهیم میکشم. خب حالا یه سوال دیگه میپرسم، این چیه؟ خورشی. چه رنگیه؟ زرد و نارنجی. آفرین. آره. خدا. آی من برم ببینم کیه که در میزنه. حالا چی میکشی ها؟ برای خونت پرده میکشی؟ آره نوک شکست بلش کن، بذار کنار، با این رنگ بکش. اینم قشنگه. باشه ممنون. ببینم این خونه برای کیه؟ این خونه رو برای کی کشیدی ها؟ سوده جون. ببینیم که این تو چیه. میخوای ببینی توش چیه ها؟ آره بیا 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 بشین. بیا ببین این تو چیه خانم کوچولو. میگم چطوره چشماتو ببندی. هر وقت گفتم باز کن. بازش کن. چیه؟ عروسک. خوشت اومد؟ واقعا؟ آره. میخوای ببینیش؟ آی آخ صبر کن، مراقب باشم که خرابش نکنم. این مال منه. آره میخوایش؟ آره عزیزم. چطور اومد اینجا؟ من از یکی از دوستام خواهش کردم، گفتم یه دختر خوشگل اومده خونه ما، میشه یه عروسک براش بخری؟ اونم خرید و برامون آوردش اینجا. میخوای بغلش کنی؟ بیا بغلش کن عزیزم، ببینم این عروسک چی کارا میکنه. اول بغلم. بوس کن. چی میگه؟ بوس. یه بار دیگه بغلش کن. گرسنه‌شه. بهش بده بخوره. آره عزیزم. خب دیگه من باید برم. منم همینطور. جون دلم، جونم، بیا. خداحافظ. ملکه من، عزیز دلم، منم میتونم یه بار بغلتون کنم؟ یه بغل محکم. فکر کنم آقا ممتازم میخواد بغلتون کنه.
بیا آقا ممتاز، خجالت نکش. بیا. میگم چطور یه عکس دست جمعی بگیریم ها؟ آره حتما. خب خیلی خوب. میگم یکم بعد نزدیکتر وایسیم اینطوری. خانم شما بیاین دیگه. بیا بیا بیا. اینجا به نظرم اگه یه ذره بخندیم عکسمون قشنگ‌تر میشه. خیلی خوب. بیا یه بار دیگه ببوسمت عزیز دلم. بیا بابا جون. دختر قشنگم مراقب خودت باش. عکسو که نگاه میکنی انگار همه چی مثل قبله، هیچی عوض نشد. خدا را شکر که هستی. عشق، بران، خانواده، مادر. میشه یه بار دیگه ببوسم از اون؟ حواسم به ممتاز هست، نگران نباشی. بشه؟ من کاملا بهت اعتماد دارم. مراقب خودتون باشی. خیلی خوب بریم، من سر راه شما رو میرسم. وقتی داشت با کیمت حرف میزد حرفشون رو شنیدم، میگفت قراره برم دیدن قریب. فکر میکنه من حرفشون رو شنیدم، از صبح تا حالا حواسش میمد. من امروز دلم شور میزن عزیزم، بهتر امروز بیرون نره باشه. باشه برو به سلام. میخوای بگم یه قهوه بیارن دوتایی بخوریم سر حال چی؟ من نمیخورم، اما برم بگم سحر خانم برای شما درست کنه. قهوه دبش داره. نه نمیخوام، اگه تو نمیخوری منم نمیخورم. حالا شاید بعدن خوردم، عجله که نداره. هوا چقدر خوبه مگه نه؟ آدم دلش باز میشه. گلای یاسمن خیلی خوبن، بوشون همه جا رو گرفته. دقیقاً بوی تو رو میده. اگه یه سوال داشتم، من میتونم برم بیرون؟ میخوام با کیمت برم گرامافون فروشی، صفحه های جدید آوردن. باشه برو، نه ترس، خودم هوا تو دارم. کیمت اومد به هم گفت، منم کنجکاف شدم، میخوام برم ببینم. قبل از اومدن بابا برمیگردم. اونم یه کاریش میکنی. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، واقعا ممنونم.
من اونقدر را که باید بهت نمیگم، اما مامان خیلی دوستت دارم. تو بهتری مامان دنیایی. تو هم بهترین دختر این دنیایی. قول میدم هیچ وقت ناراحتتون نکنم. هم میدونم، هم میدونم تو به سن و سال من که برسی فکر کنم 4 تا پسر داشته باشی، عروس داشته باشی. اونا هم تو رو به اندازه یه مادر خودشون دوست دارن و همیشه بهت احترام میذارن. تازه یه عالم هم نوه داری. بهت میگن خدا رو شکر که هستی مامان و میبوسنت. یادت موهامو حصیری میبافتی؟ میشه بازم اونجوری ببافی؟ بذار برم سنجاق پروانه ایمو بیارم. اگه میشه اونم بزن به موها. تو نرو، تو همینجا منتظر بمون، من زودی برم سنجاق پروانه ای تو بیارم. Bir kadın var orada.
هیچ وقت تو زندگیم اینقدر احساس آرامش نکرده بودم. دیگه تموم شد؟ تازه داره شروع میشه. واقعا داستان فوق‌العاده‌ای بود. میتونیم یه کاری بکنیم، جشن نامزدی رو همینجا برگزار کنین. ما هم با کمال میل ازتون پذیرایی میکنیم. حالا چه عجله‌ای آقا فاروق، همه چی باید آروم آروم پیش بره، لزومی نداره اینقدر عجله به خرج بدیم. ما هیچ عجله‌ای نداریم آقا، واسه همینم پاشدیم اومدیم اینجا که بیشتر آشنا شیم. اصرار نکردیم که حتما تشریف بیارین. ای بابا این چه حرفیه؟ هر رابطه‌ای زمان بندی خاص خودشو داره.
مثلا من خودم هنوزم مثل روزای اول عاشق همسرم هستم. حتی تو دومین ملاقاتمون من میدونستم باش ازدواج میکنم. تو سومیشم که ازدواج کردیم. یعنی خانوادتون مخالفت نکردن؟ آخ هیچ. بفرمایید. این غذای مخصوص مادرمه. دستورشو از خانواده خودش به ارث برده. راستش واقعا خیلی خوششانسین، چون این غذا معمولا تو منامون نیست. من امروز مخصوصا گفتم درستش کنن. این غذا بهترین غذای خانوادگی ماست. اسمش چیه؟ خیلی خوشمزه است. مامانم وقتی راجع به این غذا حرف میزنه میگه مثل زندگی. توش تلخی و شیرینی و ترشی و هزاران مزه دیگه وجود داره، اما همه اون مزه ها نرمالن. بایدم رو حرارت ملایم بپزه و حتما تو ظرف سفالی باشه. واسه همینم من اسم این غذا رو گذاشتم آب حیات. انگار توش زنجبیلم هست. به نظر من که سماق ریختن توش. پس دستور پختش رو نمیدی؟ نه، مامانم وقتی دستورش رو به من میداد ازم قول گرفته، یعنی دستور پختش رو نمیتونم بگم. اما یه چیزی هم اعتراف میکنم، اینی که من درست کردم به خوشمزگی دستپخت مامانم نیست. به نظر من هر مادری دستپخت ویژه خودش رو داره که ازش یادگار میمونه. انگار یه چیز جادویی قاطی غذاشون میکنن. مثلا چی؟ عشق. کاملا درسته. به نظر من اونی که هر غذایی رو آب حیات میکنه عشق. درست میفهمه. خیلی باید ببخشین، شما بفرمایین میل کنید. خیلی خیلی ممنون. آره همینطوره. واقعا خیلی خوشمزه. عزیزم به نظر تو امروز زود دلتنگم شدی؟ آره. نمیری آب که پایی چوکار بگو سرایا چیه؟ مثل اینکه از امون خوشش اومده. آره خوشش اومده. بکنم بچه ها نگران شدن. آره فکر چی شده؟ اسما خانم طوری شده؟ ای بابا
فکرت میدونی چی شدی؟ فکرت؟ چی شدی؟ مامان، مامان مامان فوت کرده Ha 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 ha